تقویم هنرمندان امروز دهم ثور 1400 مصادف است با دوازدهمین سال روز درگذشته استاد جلیل زلاند، هنرمند، آوازخوان و آهنگساز محبوب و برجسته موسیقی افغانستان. استاد جلیل زلاند در سال 1314 خورشیدی در شهر کابل در یک خانواده فرهنگی و هنرپرور چشم به جهان گشود. وی با فراگیری علم و اساسات موسیقی نزد استاد عبدالغفور برشنا نخستین حرکت هنر موسیقی خیش را در عرصه آوازخوانی از همان دوران نوجوانی آغاز کرد و اولین آهنگش را از امواج رادیو کابل وقت برای مردمش شنواند. استاد زلاند با ذوق سرشار و استعداد خارق العاده در آوازخوانی به ویژه آهنگسازی که داشت، با پشتکار و تلاش‌های خستگی ناپذیرش خود را در ردیف بزرگترین آوازخوانان و آهنگسازان تاریخ موسیقی افغانستان قرار داد که شهرت و محبوبیتش نیز از مرزها فراتر رفت. او آهنگ‌های زیبا و به یاد ماندنی را خوانده و یا ساخته که معروف‌ترین آنها که همگان با آن آشنایی دارند ای نگار من، دلبرکم بیا که به کابل بریم، ای شعله حزین و غیره بوده که با اجرای زیبا و منحصر به فرد و حرکات و اداهای هنرمندانش چنان چنگ به دل می‌زد که اکثر آوازخوانان، خصوصا جوانانی که تازه در عرصه موسیقی و آوازخوانی پا نهاده بودند، با الهام و الگوبرداری از شخصیت هنری این هنرمند بی‌بدیل موسیقی رنگ و بو به صوت و صدا و هنرشان می بخشیدند. آقای زلاند و خانم زلاند از هنرمندان معروف افغانستان و از کسان معروف افغانستان در برنامه ما مهمون هستند. سلام آقای زلاند، به شما سلام می‌کنم. خانم زلاند دستتون رو بگیرید. چی ساختین؟ برای کی ساختین آهنگ؟ برای من آهنگ برای خانم گوگوش ساختم که آهنگ من آمدم معروف است بسیار. من آمدم برای چه جوری بود؟ یه قرش بزنگ. محبت و استقبال گرم مردم ایران بود که مرا وادار ساختن که همیشه از ایشان خبر بگیرم و بعض اوقات البته چون هنرمند با هنرمند می سازم دوستی می داشته باشه، حتما هنرمندای ایرانی همیشه با ما محبت داشتن بله. و همیشه بعض اوقات از من تقاضای آهنگ می کردن بله. مثلا ما از دادن آهنگای خود دریغ نمی کردن. چی ساختیم؟ برای کیا ساختیم؟ و دیگه آهنگ ساختم برای داریوش. کدوم آهنگ رو برای داریوش ساختیم؟ دارم زجان ای مالخا بسیار خوشش آمده. کدوم آهنگ؟ کدوم آهنگ؟ خانم آیده. کدوم خانم آیده؟ ای دیگه به خود امریکا ای چیز شد پخش شد ضمن آلبوم فرید پسر. بله کدوم آهنگ برای آیده ساختی؟ وقتی عاشق شدی راز دل
دیگه ساروان بود که هم به اصطلاح گل کرده بود در ایران. رئیس شیر سعدی. بله. زلاند ضمن فعالیت‌هایی که در عرصه هنر آوازخوانی و آهنگسازی به عنوان مدیر و مسئول موسیقی کشور در دهه 50 میلادی با تلاش پیگیر و خدمات ارزشمندشان در گردآوری و تدوین و حفظ آثار و گنجینه‌های ماندگار موسیقی اصیل و فولکلور ما از سایر نقاط کشور مربوط به هر قوم و قبایل با ابتکار، خلاقیت و نوآوری هنری خیش جان تازه‌ای به موسیقی مبخشید. استاد زلاند همزمان با کارکردهای مدیریتیشان در بخش موسیقی با همکاری اساتید نام‌آور موسیقی افغانستان من جمله استاد ننگیالی، استاد سلیم سرمست، استاد نوشاد و تعداد دیگر اولین ارکستر بزرگ موسیقی افغانستان را ایجاد کرد تا بتواند موسیقی ما را از محدوده مرزها و سمت و سوی جهانی شدن سوق دهد. بالاخره دیری نگذشت که شهرت و محبوبیت استاد زلاند با آواز رسایش و با آهنگهای بی نظیرش زبان زده همگان قرار گرفته و از مرزها هم گذشت و نیز موسیقی ما را به جهان شنواند و شناساند. که امروزه کسی نیست که استاد زلاند و یا فرزند هنرمندش فرید زلاند را نشناسند، مخصوصا در جغرافیای مشترک فرهنگ هنری و زبانی مانند ایران، تاجیکستان، هندوستان و برخی نقاط دیگر. مست از جنون غیر این دلی بی‌قرار من. استاد زلاند طی سفرهای هنریشان در کشورهای مختلف ضمن نشان دادن توانمندی‌های هنر آوازخوانی و آهنگسازیش فرد مؤثر نیز در معرفی فرهنگ و هنر بومی و موسیقی اصیل کشورش نیز بوده. هندوستان لقب حنجره طلایی را به او می‌دهد و آهنگهایش را آوازخوانان برخی کشورها مانند آشا بوسلی از هندوستان، نور جهان، ملکه ترنم از پاکستان، داریوش، هایده و گوگوش از ایران و احمد ظاهر آوازخوان افسانه‌ای از کشور خودش افغانستان خواندند و شهرت یافتند. از استاد زلاند 4 فرزند هنرمند مانند فرید زلاند، وحید زلاند، سهیلا زلاند و شهلا زلاند باقی مانده که هر کدام ستاره درخشان هنر موسیقی کشورمان می باشد که خود نتیجه حاصل زحمات ارزشمند این استاد بوده و جا دارد از میان آنها به فرید زلاند اشاره نماییم که همانند پدر در عرصه آهنگسازی شهرت و محبوبیت کسب نموده که با آهنگهای زیبایش و شهرت و محبوبیت آوازخوانانی چون داریوش، ابی، هایده، گوگوش، معین از کشور ایران و آوازخوانانی در دیگر جاها افزوده است که خود بیانگر کارکردهای هنری و ماندگار در کارنامه پرافتخار این هنرمند بزرگ و آوازخوان تکرار نشدنی بوده و خواهد بود. او به عنوان یکی از پیشگامان و چهره‌های ماندگار در تاریخ موسیقی کشور و نسل نو ما بوده و همچنان باقی خواهد ماند. وعده ما و تو دفایان شد گشت خرامان و بیام مثل کب کار من از عشق تو گردیده چاب کار من از عشق تو گردیده چاب از چطقه خاصونه سده پل بریم دل برکم بیا بقا بل بریم. استاد زلاند سرانجام در عالم هجرت و غربت طی یک بیماری طولانی در شهر تارزانای کالیفرنیا آمریکا در دهم ثور 1388 دار فانی را وداع گفت.
به گفته دختر هنرمندشان سهیلا زلاند که در اواخر عمر پدر خدمتگزار و پرستار ایشان بود میگوید پدرم در آخرین لحظات عمرش از مردم و وطن خود یاد میکرد. بنیاد فرهنگ هنری امیر خسرو بلخی یاد و خاطره مرحوم استاد جلیل زلاند، هنرمند، آوازخوان و آهنگساز محبوب افغانستان را گرامی می‌دارد. روحشان شاد و یادشان جاویدان باد. همیشه به فکر میهن و مملکت خود هستم و بودیم و به فکر مردم خود هستم. بله. و حال هم هر نوع خدمتی به مملکت به مردم باشه، خودم نه تنها خودم، تماما عائله ما، اولاد ما، همسر ما، همه کس حاضر است.